ملاک‌های زیبایی زنان در دوره قاجار چه بود؟ ملاک‌های عجیبی که تا کنون نشنیده ای. سلام ویژه به شما همراهان اساطیرنامه. در این ویدیو به ملاک‌های عجیب قاجاری‌ها در انتخاب همسر می‌پردازیم. جهت تماشای این مستند جذاب تا انتها با ما همراه باشید. ایرانیان در دوره قاجار به زن‌های فربه علاقه بیشتری داشتند و در واقع چاقی ملاک زیبایی زنان دوره قاجار بود. حتما تا به حال تصاویر زیادی را از زنان دوره قاجار به ویژه دوره ناصری دیده اید و شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که چرا آن زنان تا این حد چاق و فربه بودند. یکی از دلایلش علاقه مردان به زنان چاق بوده. در زمان قاجار نیز مانند سایر طوایف ترک زمامدار حکومت ایران، چاقی یکی از ملاک‌های زیبایی و دلربای زن به شمار می‌رفت. البته این مسئله در زمان قاجار به اوج خود رسید و مردان قاجار بیش از سایر سلسله‌های ترک به این موضوع اهمیت می‌دادند. در زمان‌های قدیم یعنی پیش از رنسانس، چاقی در کشورهای غربی نشان از ثروت و مکنت بوده و اینطور تلقی می‌شد که افراد چاق توانایی خوب خوردن و چاق شدن را به واسطه که ثروتمندی دارند. این مسئله تا جایی در میان طبقه اشراف غرب ها از اهمیت بود که حکام و ثروتمندان پس از صرف غذا به عمد، مثلا با بردن انگشت به حلق، کل غذای خورده شده را برمیگرداندند تا معده خالی شود و از نو به خوردن بپردازند. در مقابل، فقرا هیکل‌های نحیف و لاغر داشتند که ناشی از عدم بضاعت مالی و صرف غذای نامناسب تلقی می‌شد. اما چاقی در میان قاجاریان نوعی زیبایی برای زنان به شمار می‌رفت، چنان که با دقت در عکس‌های به جا مانده از آن دوره در می‌یابیم تعداد زنان چاق بسیار بیشتر از مردان فربه بوده است. ایرانیان در دوران قاجار ملاک زیبایی زن را به جای صورت به چاقی او می‌دانستند و همواره زنان فربه از محبوبیت بیشتری در دربار شاهان قاجار برخوردار بودند. کارل سرنا، نویسنده و روزنامه‌نگار فرانسوی، پس از دیدار با انیس الدوله در سال 1294 هجری قمری در خاطرات خود درباره وی می‌نویسد: بسیار چاق و درشت اندام است و غذای زیادی می‌خورد. حتی به من خورده می‌گیرد که لاغر و خشکیده‌ام. میگوید مردان ایرانی زنان چاق را دوست دارند و هرچه زنی فربه‌تر باشد نزد شوهرش عزیزتر و مقربتر است. همچنین نقل کردند که روزی یکی از اشرافزادگان اروپایی در این باب از ناصرالدین شاه سوال می‌کند و جویای علت می‌شود که چرا زنان چاق در دید او زیباترند و شاه قاجار در پاسخ می‌گوید: شما به هنگام مراجعه به قصابی گوشت می‌ستانید یا استخوان؟ گفتنی است در میان همین زنان چاق علاوه بر شکم بزرگ داشتن قبقب یکی از مهمترین زینت‌های زن به شمار می‌رفته است و نقل می‌شده که انیس الدوله که زیباترین زن عهد قاجار با معیار آن زمان به شمار می‌رفته دارای قبقبی بسیار بزرگ و به اصطلاح هفت طبقه بوده است. از همراهی شما تا پایان این گزارش سپاسگزارم. مخاطبین گرامی، اگر به این سبک مطالب تاریخی ایران علاقه‌مند هستید، با زدن دکمه سابسکرایب اساطیرنامه رو همراهی کنید. البته فراموش نکنید که نظر خودتون رو درباره این اقدام عجیب قاجارها برامون کامنت کنید.